برنامه پند حقیقت آشکار همراه با کشیش ایوان آستاوسادوریان در خدمت شما هستیم. بسیار عزیز، شما را به این برنامه خوش آمد گفته و آرزو دارم که خداوند متعال همه شما را در صحت و سلامتی کامل نگه داره و موفق کنه در زندگیتون، به هر چی که دست میزنید موفق و کامیاب باشید. ولی قبل از اینکه عزیزان موضوع خیلی حیاتی را صحبت کنیم و آن این است که چرا ما به عیسی احتیاج داریم؟ واقعا دلیلش چیه؟ آیا نمیشه به کسی دیگه احتیاج داشته باشیم؟ و این موضوع برای این که برای ما باز بشه، اجازه بدید اول دعا کنیم تا خدا این موضوع را برای ما بشکافه. خداوندا، در نام عیسی مسیح زنده و مقتدر از حضور شیرین تو میطلبیم که این موضوع را برای ما باز کنی و روشن کنی و به ما قانع کنی که چرا ما فقط به عیسی باید احتیاج داشته باشیم و نه به شخص دیگر. در نام عیسی مسیح و
برای جلال نامت می طلبم ای پدر، ای خدای حی، آمین. خب عزیزان، موضوع اینه که چرا ما باید فقط به عیسی احتیاج داشته باشیم. عیسی مسیح سه تا نکته خیلی حیاتی را برای ما حل کرده و آن سه نکته اینه: اول، طبیعت مرده ما را زنده کرده، رابطه مرده ما را زنده کرده و اعمال مرده ما را زنده کرده. این سه موضوع را ما امروز بررسی می‌کنیم و سپس امیدوارم، ایمان دارم که قانع خواهیم شد که واقعاً عیسی مسیح غیر از انبیای دیگره. برای این موضوع ما از انجیل یوحنا باب 11 آیات 32 تا 45 را براتون قرائت میکنم. انجیل یوحنا باب 11 آیه 32 تا 45 و عیسی مسیح اومده که یک مرده 4 روزه را زنده کنه. پس خواهر این مرده که اسمش مریمه میگه: و مریم چون به جایی که عیسی بود رسید، او را دیده بر قدمهای او افتاد و بدو گفت: ای آقا، اگر در اینجا می بودی برادر من نمی مرد. عیسی چون او را گریان دید و یهودیان را هم که با او آمده بودند گریان یافت، در روح خود به شدت مکدر شده مضطرب گشت و گفت: او را کجا گذارده اید؟ به او گفتند: ای آقا، بیا و ببین. عیسی بگریست. آنگاه یهودیان گفتند: بنگرید چقدر او را دوست می داشت. بعضی از ایشان گفتند: آیا این شخص که چشمان کور را باز کرد نتوانست امر کند که این مرد نیز نمیرد؟ پس عیسی باز به شدت در خود مکدر شده نزد قبر آمد و آن قاره بود، سنگی بر سرش گذاشته. عیسی گفت: سنگ را بردارید. مرتا خواهر میت به او گفت: ای آقا، الان متعفن شده، زیرا که 4 روز گذشته است. عیسی به وی گفت: آیا به تو نگفتم اگر ایمان بیاوری جلال خدا را خواهی دید؟ پس سنگ را از جایی که میت گذاشته شده بود برداشتند. عیسی چشمان خود را بالا انداخته گفت: ای پدر، تو را شکر می کنم که سخن مرا شنیدی و من می دانستم که همیشه سخن مرا می شنوی، ولیکن به جهت خاطر این گروه که حاضرند گفتم تا ایمان بیاورند که تو مرا فرستادی. چون این را گفت به آواز بلند ندا کرد: ای ایل آزر، بیرون بیا. در حال آن مرده دست و پای به کفن بسته بیرون آمد و روی او به دستمالی پیچیده بود. عیسی به دیشان گفت: او را باز کنید و بگذارید برود. آنگاه بسیاری از یهودیان که با مریم آمده بودند، چون آنچه عیسی کرد دیدند، بدو ایمان آوردند. در اینجا ما می‌بینیم که عیسی مسیح اومد، برادر مریم و مرتا که ایل آزر نام داشت و 4 روز بود که مرده بود، او را زنده کرد. با یک سخن او را زنده کرد. پس اولین چیزی که یاد می‌گیریم، عیسی مسیح اومده تا مرده ها را زنده کنه. اما ما که مرده نیستیم، پس چطور میتونیم این امر را ثابت کنیم و یا درسی از او یاد بگیریم که برای زندگی ما واقعا قابل قبول باشه؟ در عبرانیان باب 8 آیه 10 تا 13 عیسی مسیح چنین میگوید، یعنی نویسنده چنین میگوید، از آیه 10 میگوید: و خداوند میگوید: این است آن عهدی که بعد از آن ایام با خاندان اسرائیل، یعنی ایمانداران، استوار خواهم داشت، که احکام خود را در خاطر ایشان خواهم نهاد و بر دل ایشان مرقوم خواهم داشت و ایشان را خدا خواهم بود و ایشان مرا قوم خواهند بود، و دیگر کسی همسایه و برادر خود را تعلیم نخواهد داد،
و نخواهد گفت خداوند را بشناس، زیرا همه از خرد و بزرگ مرا خواهند شناخت. زیرا بر تقصیرهای ایشان ترحم خواهم فرمود و گناهانشان را دیگر بیاد نخواهم آورد. پس چون تازه گفت اول را کهنه ساخت و آنچه کهنه و پیر شده است مشرف به زوال است. خداوند میگوید بر تقصیرهای اونها ترحم خواهم کرد و گناهانشون را دیگر به یاد نخواهم آورد، یعنی پاک میکنم. پس عزیزان میبینیم در اینجا عیسی مسیح اومده تا طبیعت مرده ما را زنده کنه. طبیعت مرده منظور چیه؟ آدم و حوا وقتی گناه کردند، وقتی بی اطاعتی کردند و از آن میوه درخت خوردند، طبیعت اونها یعنی ذات اونها از خدا جدا شد، یعنی طبیعت اونها مرد، یعنی گناه کردند. و بعد از آن هر انسانی که از پدر و مادر متولد میشه طبیعت اون مرده است. اما در اینجا میخوانیم که عیسی مسیح میگوید من بر تقصیرهای اونها ترحم خواهم کرد و این تقصیرها را پاک میکنم و فراموش میکنم. اشعیای نبی میگوید اون ارتباطی که ما نداریم دیگه، اون طبیعتی که مرده است، چون یه حائلی اومده جلوی خدا و ما گرفته و اون حائل یا دیوار اسمش گناه ماست. اون گناه اومده ما را از خدا جدا کرده. به حدی ما الان جدا شدیم از خدا که وقتی متولد میشیم اصلا نمیدونیم خدا کی هست، خدا چی هست، چه ماهیتی داره، چه خصوصیاتی داره. ما همش از کتابا میخونیم ولی قانع نمیشیم. ممکنه در مجالس زیادی شما رفته باشید، ممکنه خیلی موعظه ها شنیده باشید، اما تا این طبیعت کهنه ما زنده نشه یا اون مرده زنده نشه، ما نمیتونیم بفهمیم که در چه وضعیتی قرار داریم یا داشتیم. بنابراین وقتی ما میاییم پیش عیسی مسیح، فقط عیسی مسیحه که گفته من میتونم این کارو بکنم و انجام داده، یعنی روی صلیب تمام گناهان ما را پاک کرده، بر خودش گرفته، مرضهای ما را، دردهای ما را، قصه های ما را، حتی سلامتی ما را که ما نداشتیم، این ناآرامی ما را گرفته و آرامش خودش را به ما داده. و همه اینها را وقتی برداشته برده قبر، در قبر دفن کرده، روز سوم زنده شده و حالا میتونه با جرأت اعلام کنه هر که تشنه است بیاد پیش من، هر که بار سنگین گناه را داره، هر که آرامش نداره، هر که اسیره، هر که روحن فقیره، بیاد نزد من، من او را شفا میدم، او را ثروتمند میکنم و طبیعت کهنه او را بر میدارم و طبیعت جدید الهی را در بجاش میذارم. پس برای اینه که ما به عیسی احتیاج داریم، زیرا هیچ کس دیگه این کار را نکرده و نمیتونه بکنه و اصلا یادآوری نکردن که این امر وجود داره. نکته دوم اینه که وقتی ما گناه کردیم، در حقیقت نه فقط طبیعت ما مرد، بلکه رابطه شیرین ما با خدا قطع شد. رابطه‌ای که آدم و حوا داشتن بسیار شیرین بود، اما بعد از گناه این رابطه گسیخت، پاره شد. اما چه کسی این رابطه را دوباره برقرار کرد؟ عیسی مسیح بود. زیرا در افسوسیان باب 2 آیه 14 تا 16، افسوسیان 2 14 تا 16 چنین می‌خوانیم: زیرا که عیسی مسیح سلامتی ماست، سلامتی یعنی آشتی ماست، که هر دو را یک گردانید و دیوار جدایی را که در میان بود منهدم ساخت.
عرض کردم یک دیواری اومد، دیوار گناه را، عیسی مسیح این دیوار را از بین برد، منهدم ساخت و دشمنی یا عداوت یعنی شریعت احکام را که در فرایض بود به جسم خود نابود ساخت، تا که مصالحه کرده از هر دو یک انسان جدید در خود بیافریند. بنابراین در آیه 16 میگوید تا هر دو را در یک جسم با خدا مصالحه دهد به وساطت صلیب خود که بر آن عداوت را کشت. این دوتا آیه به ما میفهماند که عیسی مسیح اومد اون دیوار جدایی را که بین انسان‌ها بود و بین انسان و خدا بود، این را از هم پاشید و در خودش آشتی داد. یعنی من گناهکار با خدای قدوس در عیسی مسیح بر صلیب آشتی کردم. وقتی میام پای صلیب عیسی مسیح و به او نگاه میکنم، عیسی مسیح با لبخند به من نگاه میکنه، میگه دستت را بده به من، ای گناهکار دستت را بده به من. از طرف دیگر دست خدای متعال را میگیره و دوتا دست را در خودش ادغام میکنه، حل میکنه، یکی میکنه و اون دشمنی شریعت یعنی اون احکام خداوند که ما را کشته بود. چرا کشته بود؟ به قول پولس میگه که من هیچ چیز نیکو در خود نمیبینم، شریعت خداوند مقدسه اما من گناهکارم. شریعت خداوند میگوید که قتل نکن، دزدی نکن، دروغ نگو، طمع مورز و فقط یک خدا را بپرست، بت پرستی نکن و غیره. اما من همه اینها را شکستم، خودخواه بودم، طماع بودم، حسود بودم، لجباز بودم، کینه توز بودم و غیره. اما عیسی مسیح میگه دستت را بده به من. پس وقتی من دستم را دادم به عیسی مسیح، گذاشت تو دست خدای متعال و من با خدای خودم آشتی کردم و آن رابطه گسیخته آدم و حوا باز در عیسی مسیح برقرار شد. جلال بر نام عیسی مسیح. چون الان من دیگه احتیاج به هیچ واسطه دیگه ندارم و مستقیماً توسط عیسی مسیح با پدر خودم، با خدای خودم حرف میزنم. از مجرای عیسی مسیح من با خدا حرف میزنم. عیسی مسیح همون خدای متعالی بود که در جسم ظاهر شد، یعنی واسطه دومی نیست، خود خدا شد واسطه بین انسان و خودش. و بالاخره نقطه آخر میگوید وقتی ما گناه کردیم، مثل مریم که گفت ای عیسی مسیح اگر اینجا بودی برادرم نمی مرد، پس اعمال ما مرده بود و عیسی مسیح اومد این اعمال را زنده کرد. در همین کتاب افسوسیان باب دوم آیات 8 تا 10 چنین می خوانیم، می فرماید زیرا که محض فیض نجات یافته اید، فیض یعنی بخشش خدا نجات یافته اید به وسیله ایمان، یعنی ما ایمان آوردیم به بخشش خدا. بخشش خدا یعنی صلیب عیسی مسیح و قیامت او، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست، و نه از اعمال یعنی نه عملی انجام ندادیم تا هیچ کس فخر نکند، زیرا که صنعت او هستیم یعنی صنعت ساخته خدا هستیم، آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم. ملاحظه می فرمایید که ما اعمالی را که الان انجام می دیم اگر خارج از عیسی مسیح باشه، خارج از فیض نجات بخش عیسی مسیح باشه، هیچ به حساب نمیاد. اما اگر در فیض عیسی مسیح بخشش خدا باشه، خداوند یک لیوان آب سرد هم بدید اون را حساب میکنه. پس عزیزان، مریم که گفت اگر اینجا باشی، اگر اینجا میبودی برادرم نمیمرد، عیسی مسیح امروز به ما میگه من تا آخر دنیا با شما هستم. پس ما دیگر نه طبیعت مرده داریم
نه رابطه مرده داریم و نه اعمال مرده، بلکه در عیسی مسیح ما حیات جاودانی داریم. و کسی نمیتونه فخر کنه و بگه که من کارهای خوب کردم تا خدا منو نجات بده. عزیزان، برای اینکه این تئوری عملی بشه، این حرفهای زیبا در ما نقش ببنده و جامعه عمل بپوشه، بیایید با هم دعا کنیم. خداوندا، خدای یکتا، در نام عیسی مسیح، توسط عیسی مسیح که شفیع عالمیان است، به تو نزدیک شدیم و میگیم خداوندا، گناهان خودمون را میدیم به تو، ما را ببخش، ما را زنده کن و ما را با خودت ارتباط بده مستقیما، در نام عیسی مسیح و برای جلال نام تو طلبیدم ای خداوند، آمین. عیسی به تو محتاجم، چون که گناهکارم، غیر از تو نبود امید، در تو امیدوارم. به منجی من محتاجم، در تو پناهارم. خون مقدس تو رفع عصیان کنم. عیسی به تو محتاجم، امید به تو دارم، مسافر و غریبم، جز تو کس ندارم. روحت شبت هادیم، مدد کارم باشد، روشن نماید روحم، راهم عیان کند. عیسی به تو محتاجم، سنگین بود بارم، بار گناه خود را نزد صلیب آرم. آرامی حقیقی بخشی امید بارم، هر کس شود ز تو دور، دانم زیان کنم. داریم که این برنامه پند حقیقت آشکار باعث برکت شما شده باشه. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031 638 98 98 98 با ما در تماس باشید.
امیدواریم که این برنامه پند حقیقت آشکار باعث برکت شما شده باشه. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در تماس باشید.